طبيبي مسلمان تيب از مشهورترين و مهمترين کسب است. امام شافعی رحمه الله گفت بعد حلال و حرام علم را ندانستم که بزرگتر از طب باشد. لیکن طبیب مسلمان باید از دیگران با اخلاقهای اسلامی خود فرق بکند و حقوقهای کارش را به خود لازم بداند. بر سبب کردن درد بیماران و دور کردن غم اندوه آنها از نزد الله تعالی به آنها اجر و ثواب داده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از شمایان کسی می تواند به برادرش فایده رساند پس آن را برساند. حدیث با روایت امام مسلم. و در کار خود از جهت نظریوی و یا به عمل آوردن اختراع یا فکر نو سعی کوشش و یقین داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته الله از شما کسی را دوست می دارد که اگر کار بکند و در آن یقین داشته باشد. و طبیب باید از نوترین مقاله هایی که در مجله های طبی و شبکه های اجتماعی از عالمان این ساحه وارد شده است با خبر باشد و هم از کنفرانس های عمومی جهانی که به تخصص او دخل دارد استفاده برد. و از صفت های طبیب این است که او در نزد جان مردم و اموالشان شخص معتمد و ثقه باشد و حتی دشمن خود را با نیت صادقانه معالجه بکند، همچنان که دوست خود را معالجه میکرد. ساعت کاری را در بیمارخانه و بیرون از آن احترام بکند و هر پگاهی به کار دیر نماند و ساعت کاری ادا نشده از جای کار بیرون نرود. عورت بیمار را بپوشاند، در یگان حالت نکشاید مگر در حالتی که کشادن آن برای کشف معالجه ضرور باشد و سیرهای شخص بیمار را آشکار نکند. همیشه حفظ بدارد و کسی نگوید و شخصیت بیمار را احترام کرده به اجازت او کار انجام ندهد و بدن شخص بیمار از خصوصیت های اوست. بنابراین طبیب حق ندارد که او را به اجازتش جراحی بکند و یا در وقتی از بیمار اجازت گرفته نتوانستند باید از خیش و تبار بیمار اجازت بگیرد. و طبیب مسلمان باید پاک و دیندار باشد، زیرا حالت های ضروری پیش می آید که او باید زن را معالجه بکند و زن بیمار نیز به قدر امکان خود را بپوشاند. به طبیب ضرور است که همه آزار مردم را برداشت بکند و مثل که او را از خوابش بیدار میکنند و به او در وقت نامناسب زنگ میزنند. به احمد ابن حنبل رحمه الله گفته شد که حسن خلق چیست؟ فرمودند آنچه از مردم میبینی برداشت کرده توانی، آن حسن خلق است. و طبیب مسلمان دوست و رفیق بیمار است. غضب را یک طرف گذاشته به او سخنان نرم گوید، حتی در حالت رغبت نداشتن به تبابت او، و به بیمار با سخن و عمل خود قوت بخشد و بشارت بدهد که صحت می‌یابد و دعا کند که هیچ باک نیست، انشاءالله پاک و صحت می‌گردی. و بعضی وقت برای فقیران تبابت بیمز بکند، به تلفن های آنها جواب بدهد و یا اسباب های تبابتی را برایشان دریغ ندارد که این همه ثواب صدقه کردن را دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بر خود و دیگران آسان بگیرید و سخت نگیرید، بشارت و خبر خوش بدهید نه شر و بدی.